من بارها و بارها گفتم آدم باید سلف اکسپرشن بشه، باید خودش روی کاغذ بیاره، خودش تو آهنگ موسیقی نشون بده. اگه اهل موسیقیه با موسیقی، اگه اهل نقاشیه با نقاشی، اگه اهل خوشنویسیه با خوشنویسی، اگه اهل داستان نویسی، اهل شعر، اهل عرض کنم که رمان، هر چه هست. آدم هنر به طور کلی، چه هنر مکتوب و چه هنر غیر مکتوب، مثل نقاشی، مثل مجسمه سازی، پیکر تراشی و عرض کنم که موسیقی و هر چیز دیگری، این یک غرض سلف اکسپرشن داره که مخصوصا از 35 سالگی به بعد هر که از هر هنری فاقد باشه میفهمه که چه چیز بزرگی در زندگیش نداره. چون آدم از 35 سالگی به بعد نیاز به سلف اکسپرشن داره. حاجی میگم ما تا 35 سالگیمون پروژکتور جهان روی ما افتاده است. حاجی میگم دیگه از 35 سالگی دیگه پروژکتور از روی ما میره روی کسان دیگه قرار میگیره. چون یک صحنه تئاتر در نظر بگیرید که کاملا تاریکه و پروژکتور فقط افتاده رو اون تک کسی که الان میخواد در واقع اجرا میخواد به عهده او باشه. توجه میکنید؟ خب این الان 10 دقیقه یه روبه که پروژکتور روی اونه، اما خب یواشهای میتونه پروژکتور به چرخ رو به روی کسی دیگری و کسان و این تو تاریکی گیر بکنه، ممکنه دیگه اصلا دیده نشه. ما از 35 سالگی از نیمه عمرمون، حالا در آیین یهود گفته میشه نیمه عمر ما 35 سالگی ماست، در بعض از ادیان دیگه مثلا اسلام میگن نیمه عمر 40 سالگی که باید حساب کرد. روانشناسان کنونی نیمه عمر بین 35 سالگی تا 45 سالگی میدونن. ما از نیمه عمرمون دیگه پروژکتور هستی روی ما نیست. تا بچه بودیم پدر و مادر تمام توجهشون رو ما معطوف، تمام توجهشون رو ما معطوف بود، ما در کانون توجه بودیم و این توجه ساتیسفکشن به ما میده، رضایت به ما میده. هر چقدر پدر و مادر رو به درد و رنج بیاندازه، به محنت و مشقت و مرارت بیاندازه، ولی به ما رضایت میده چون روی ما. بعد که میرسیم به ایام نوجوانی، آهسته آهسته مورد توجه دوستانی قرار میگیم که اون دوستان ما رو دوست دارن و مخصوصا مورد توجه ناهمجنس های خودمون قرار میگیریم و این خیلی ما رو ارضا میکنه. خیلی ما راضییم که اگر مردی پسری دختری ما رو دوست داشته باشه و اگر دختری پسری ما رو دوست داشته باشه، ما در واقع راضی میشیم. کم 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 ازدواج میکنیم و تا مدت های مدیدی ما در واقع محل کانون و مرکز توجه همسر خودمون. بعد که بچه پیدا میکنیم، بچه ها چون به ما نیازمندند به ما توجه دارن، بابا جون و مامان جون ما میگن، توجه میکنیم. اما کم کم در این سن شما به جایی میرسید که بچه هاتون میگه به شما نیاز ندارن، بنابراین حالی از شما نمیپرسن، نکنید توجه به شما دیگه ندارن، پدر و مادر دیگه نداره که به شما توجه بکنن، شاگردان سابقتون خودشون اومدن عضو هیئت علمی دانشگاه شدن که نگاه که قبلا استاد استاد شما میگفتن، اما الان خودشون عضو هیئت علمی دانشگاه هن. یعنی اصلا تو دپارتمان شما یه رأی دادی، اونا هم یه رأی دادن. از این شاگردان شما هم دیگه به شما اون عنایت قبول ندارن، نه فقط عنایت قبول ندارن، اونجا رقیب شما هستن باشن. یعنی اونم چه با چه فرق و فرقی تو میان سال اون شاگردان تو استاد اکتیرن، استاد جوان تازه کار دیروز از دانشگاه بیرون اومده و الان سر کلاس که میاد خیلی دانشجویان رو بیشتر تو ارضا میکنه. تو دیگه پیری، تو دیگه خسته ای، تو دیگه فرسوده ای، تو دیگه نمیتونی دانشجویان خودت رو اونقدر راضی بکنی. اینه که ممکنه واحد تو رو 10 دانشجو برن درس تو رو بگیرن، اما شاگرد سابق تو رو 100 دانشجو برن درسش رو میگیرن. شما کم 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 احساس میکنید پروژکتور از روی شما داره میره، شیفت میکنه روی دیگری، میره کم 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 چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شد،